geldiniz. سلام، حالتون خوبه؟ خیلی هم شاد. ما اومدیم فرودگاه امام خمینی و قرار شما رو توی سفر ترکیه با خودمون شریک کنیم و دوباره با همدیگه لحظات ناب و قشنگ داشته باشیم. منتظریم که کارمون انجام بشه بریم تو سالن انتظار. عوارض خروج از کشور هم یه سری دستگاه بانک ملی اینجا هست، ATM که میتونیم با همین دستگاه پرداخت کنیم. فقط یه کارت بانکیه، کد ملی نیاز هست. پروازمون ساعت 7:30 و ایرلاین هم ایران ایر تور هست. همونطور که میبینید ما الان تو صف گیتیم، به خاطر اینکه کارت پروازمون رو بگیریم. صف طولانیه نشون بده و اینکه ما یکم دیر اومدیم، به خاطر همین نتونستیم اولش یکم براتون بیشتر فیلم بگیم. خب چیز خاصی هم نداشت، از اینجا به بعدش قطعا قشنگ تره چون که گیت و بعدم سالن انتظار، بعدم بریم سوارش. امان از بچه‌های شیطون الان. ما چمدان رو تحویل دادیم، کارت پروازه رو بگیریم ببینیم چی میشه. خب ما کارت پروازمون هم که گرفتیم اومدیم توی سالن انتظار و دیگه باید منتظر باشیم تا ساعت 7:00. ما دیگه منتظریم الان که پروازمون برسه. یه چند تا نکته رو میخواستم بهتون بگم. اول اینکه حتما زود بیاین فرودگاه. اصلا فکر نکنین که وقت دارین، فرصت دارین، حتما 4 ساعت نهایتا 3 ساعت زودتر فرودگاه باشین، چون صفا طولانی میشه. گیت میخواییم برین تا کار پروازه رو بگیرین، یه خود اذیت میشین. هرچی زودتر بیاین کاراتون زودتر انجام میشه، لازم نیست این دوندگی رو داشته باشین، وایسین و اینا، استرس کمتری دارین. و بحث عوارض خروج از کشورم که بهتون گفتم، با همین دستگاه ATM انجام میشه راحت، کار خاصی نداره، مشکلی نداره.
که بریم کارمون رو انجام بدیم و بریم سمت هتل. گرفتیم بریم میریم با ترانسفر اگه برسیم بهش، چون خیلی اینجا کارمون طول کشید، بریم سمت هتل. بالاخره از فرودگاه اومدیم بیرون و منتظر ماشینیم. ترانسفر. هوا یه خورده سرده. خوبه. 8 درجه است. و خیلی حس متفاوتی داره. که توی شهر گذاشتن ما الان توی این قسمتیم و داریم میریم به سمت دلمباغچه. توی این قسمت هست
جلالم. آفتاب شد خدا رو شکر، خیلی خوب شد آفتاب شد به خاطر اینکه داشتیم یخ می‌کردیم و اینکه دیگه اینجا خیلی زیباه. من پیشنهاد میکنم هر کی ترکیه اومد بیاد این باغو ببینه، به خاطر اینکه از همین ورودی تو معماریای قشنگ و سرسبزی و تمیزی و کنارت هم این دریای استانبول رو میبینی و از اون همه قشنگیش لذت میبری. تنگه بوسفور اینجا بی نظیره، کشتی هایی که اینجا حرکت میکنن، آفتابی که خورده، آسمون ابری، واقعا یه حس بی نظیری ایجاد کرده.
کافه تا یه چایی بخوریم و گرم شیم. بعد چون که پول خود نداشتیم هر چایی 14 لیر بود و اینا چیزایی که به ما تحویل دادن. حالا امیدوارم توی فیلم خوب بیفته، خیلی بامزه. سلام، وقتتون بخیر. سلام. این ساختمون رو که میبینین، این بنای خیلی قشنگ حرم سراه که توی مجموعه همون دلمه باغچه قرار داره و خیلی جای قشنگیه. البته بیشترین چیزی که توی این در واقع مجموعه به چشم میخوره اینه که عکس و فیلم نمیشه گرفت و خیلی محدود شاید بتونین عکس و فیلم بگیرین، اونم به صورت مجاز نه. ولی واقعا دیدنش خالی از لطف نیست. من مطمئنم جزو یکی از بدترین انتخاب هایی باشه که شما وقتی میاد ترکیه باید اینجا رو ببینی. مثل کسی میمونه که مثلا بیاد ایران و مثلا تخت جمشید ما رو با اون عظمت نبینه. خب خیلی بنای خاصیه، ولی اینجا هم مثلا توی ترکیه مشخصا خیلی معروفه و میبینی که از همه کشورها اومدن و دارن با دقت مطالعه میکنن، گوش میدن. جالبی که در مورد ترکیه وجود داره اینه که اگه میخواید جاهای دیدنیشو بیاید و ببینید، حتما یه جوری برنامه‌ریزی کنید که این اتفاق صبح بیفته، به خاطر اینکه اگه صبح نیاد با این وضعیت و با این صفه به این بلندی مواجه میشید. همونطور که میبینید تا انتها این صف هست. خب ما از کاخ دلمه باغچه با مترو اومدیم دوباره سمت میدان تقسیم و این نمای قشنگی که میبینین و این هوای ابری خیلی باحال که پشت سرمون میبینین واقعا حس خوبی داره. یه خورده سرده
ولی چیزی که جالبه تحملشو سخت کرده. چیزی که جالبه اینه که با این که سرده مردم یه میبینی که همه لبخند به لب دارن، همه خوشحالن، همه با احساس رضایت این ور اون ور میرن و آدمای مختلفی رو میبینی که به عقاید هم احترام گذاشتن و این فوق العاده به همه یه احساس خیلی خوبی رو میده که تو با خودت میگی که اومدم یه جایی که منو همون جوری که هستم دوستم دارن و پذیرفتن و این خیلی خوبه. ما دیگه داریم میریم سمت خیابون استقلال و یه دوری بزنیم، احتمالاً یه چیزی هم بخوریم. مکدونالد بریم بخوریم، حتما از کیفیتش براتون میگم. سری خرید کردیم و اومدیم سمت هتل. دیگه امروز به پایان رسید، بریم برای فردا ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم.